سلام، برنامه انتخابات 97. من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. امشب روی دو محور پرسش برانگیز و پر سر و صدا در روند انتخابات میخوایم تمرکز بکنیم. یکی کامپاین‌های قبل از وقت برخی از نامزدها یا اکثر از نامزدها که نامزدهای احتمالی هستند، برخی هم خود را ثبت کردن در مغایرت با احکام سریع قانون انتخابات افغانستان، و بحث دوم هم نبود رئیس دارالانشا و مشکلاتی که در درون کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به روند انتخاباتی صورت میگیره. هر دو مورد میتونه تناقض و قانون شکنی سریع این روند را با خود داشته باشه و یک مقدار میزان باورمندی رای دهنده ها را که حداقل تعدادشان هم کم هستن کم رنگ تر بسازه. امشب سرمجموعی فاکت ها بحث میکنیم. مهمانایی که در بحث با ما هستند جناب آقای یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، جناب آقای مسلم شیرزاد، نامزد انتخابات ولسی جرگه افغانستان از کابل، و جناب آقای محمد رضای روحانی، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان. قبل از اینکه بیایم بحث را در استودیو با مهمانان شروع کنیم، همکارای بخش خبر ما یک گزارش داریم، مورد داره گزارش میبینیم. زبرایید. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها، برخی کمپاین های انتخاباتی غیر رسمی از سوی این نامزدان احتمالی آن هم در مکاتب آغاز شده است که انتقاد ها را به همراه داشته است. کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی هر نوع اقدامی که رنگ کمپاین را داشته باشد غیر قانونی می داند. اقداماتی که یا حتی اگر دستورالعمل هایی یا مکتوب هایی صادر شود در مکاتب و اقداماتی صورت بگیرد بر استفاده شاگردا در به اصطلاح بر منظور مسائل تبلیغاتی، این خلاف قانون و خلاف روحیه تعلیم و تربیت عمومی است. برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز از برخی حرکت ها شاکی به نظر می رسند. کاندیدای احتمالی است، البته در قسمت از این که پیش از این که رایشان معلوم شود و یا نامشان در نتیجه نهایی برسه از طریق کمیسیون انتخابات، به نظر من به این دبدبا و دبدقه باید مردم افغانستان از یا رنگ میبره. اما برخی از نامزدان احتمالی مجلس نمایندگان در مورد کمپاین های پیش از وقت چنین ابراز نظر میکنند. اگر شما به هر مکتب برین، به می چهار مکتب که حداقل ما رفتیم، یک کلمه انتخاباتی به گفته شما با یک نحوی کمپاینی در اوجه گفته نشده و بسیار واضح بوده. در همین حال وزارت معارف از برخورد قانونی با کسانی که معارف را وسیله کمپاین قرار میدهند خبر داد. تقاضای ما از کاندیدای محترم هم همی است که اما محدودیت های قانونی را که اینا دارند اونا را مراعات بکنند. اگر اینا کمک را میخواهند به مکتب بکنند، خب وقت و زمان زیادی بود که باید اونا کمک میکردند. بیش از این نیز برخی از ناظران انتخاباتی از آغاز کمپاین های غیر رسمی مقام های ارشد حکومتی ابراز نگرانی کرده بودند که به بهانه گشایش پروژه خواستهای انتخاباتی خود را برای مردم بیان میکنند. دوباره خوش آمدین. مهمانم خوش آمدید میگم. بحث را از آقای شیرزاد میخواییم آغاز کنیم. جناب آقای فیاض، ثبت نام شما البته در روز اول خیلی هم انعکاس وسیع داشت در افکار عامه. بیشتر اکتای قماندان ها و اکتای مافیا را یک قطار بسیار طولانی و بیرق ها و اکس های شما در اوجه و انتقاد های بسیار جدی را هم در پی داشت. حالا قبل از اینکه بیایم به پرسش اصلی، حداقل پاسخ شما برای کسایی که یک موج از انتقادات بیشتر شما داشته باشید. تشکر جناب فیاض صاحب، بسیار تشکر. سلام به شما، سلام بیننده های عزیز. من فکر میکنم که این به عنوان یک نکته مثبت باید بر روند انتخابات گرفته شوه و به یک نحوه وقتی که شما میای کار شما را مردم ذره‌بینی دنبال میکنن، این به این معناست که بر مردم مهم هستن. در غیر از اون قسمی که پیش از بحث ما شما گپ زدیم، تعداد زیاد ممکن کسایی بوده باشند که به یک نحوه همو ساختار یا همو شکلی که شما علی برش که زیاد ما موافق و قماندان و مافیا نیستم. من نمیفهمم که ما تعریف شما از قماندان معاون و مافیا معاون چی است. شاید تعداد زیاده باشه، اما این که من تمرکز میکنن بالای کارزار که حداقل یا امو آغاز روندی که رفتیم به طرف نامزدی در انتخابات، من فکر میکنم که از دید شخصی ما به عنوان نگاه مثبت برش دیده میشه. به هیچ عنوان قماندان معاونه نبوده، به هیچ عنوان مافیا گونه نبوده و کاملا ما با این دیدگاه موافق نیستم. به خاطر چی؟ حالا ضرورت یک لاین بسیار طولانی که بتونه سبب اذیت در ترافیک شه، بسیار ترافیکی شه، چی است برای شما؟ حداقل شما به عنوان کسی انتقاد میشین که شما به عنوان یک فرد که در جمله افراد رسالتمند رسانه‌ای مردم سر شما حساب میکنه، جناب فیاض عین همو عکت کنین که قماندان کنه. من فکر میکنم که نه خیر، بازم من موافق با این گپ شما نیستم، چون شما هر مسئله ای را که میخواین به عنوان یک خبرنگار عنوان بکنین باید بر ازوی یک منطق استوار باشه. قماندان معاونه ای را میگه که شما سرک بند بکنین، قماندان معاونه ای را میگه که شما
کار را بکنن که به یک نوع اذیت آزار مردم باشه. قماندان معاونه ایره میگه که شما صدای یا آلودگی صوتی ایجاد بکنن. قماندان معاونه ایره گفته میشه که شما کسر لتوکوب بکنن. قماندان معاونه ایره گفته میشه که شما قطار منظم نداشته باشن. قماندان معاونه ایره گفته میشه که با سر و وضع جولیده سربازا محافظین باشه در موترهای شما، که یکی از ایره اگر شما یا هر دوست ما چه در نهادهای انتخاباتی، چه در بین عنوان شهروند، چه بین عنوان خبرنگار، اگر یک موردش را کسی بیایه، ما آماده استم که میل از این انصرافتون از رفتن به طرف انتخاب. حالا از نظر شما هیچ مشکل نداره؟ هیچ. لاینه باشم فرق نمیکنه. ما فکر میکنم که فیاض صاحب شما هم استاد حقوق هستن، ما هم شاگرد حقوق هستیم. ما فکر میکنم که وقتی که شما بحث را مطرح میکنین باید یک منطق برش. قطعا نداره. بحث اخلاقیش هم اگر شما مطرح میکنین، مثلا قاعده های اخلاقی حتی گیریم قاعده اخلاقی، اگر یک نفر را شما پیدا کردین که فکر شده باشه که باعث اذیت و آزارش ما شده باشیم، معمول از آماده استون بیایم انصراف کنیم. حالا خوب است که با عنوان پاسخ پرسشی که تعداد شما را انتقاد کردن. حالا بس دومم، شما از نقص قواعد حقوقی صحبت کردین و در کنارش موضوعات قواعد اخلاقی را مطرح کردین. یک نقد دیگی هم که محور اول بحث ما را شکل میده، نقض سریع قانون به وسیله موج از نامزدهای احتمالی و نامزدها است و کمپاین کردن. حالا با این چی میتونه گفت؟ آیا شما قانون قبل از رفتن به کارزار انتخاباتی نقض نمی‌کنید؟ شما بهش قانون رو بخونین چی گفته؟ قانون گفته که 20 روز، ماده قانون بسیار واضح گفته که 20 روز. بند 2 ماده 76 قانون انتخابات. میاد مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه 20 روز. یعنی قبل از این وجود نداره. نامزدان ولسی جرگه جناب فیاض صاحب میاد کارزار انتخاباتی. ما فکر میکنم که یک بحث را که شما هم پیشتر استفاده کردین، ما باید بسیار محتاط کلمات باشیم. کی گفته که ما تا هنوز نامزد انتخابات هستم؟ شما ثبت نام کردیم. یعنی شما فکر نمیکنین که باید فهرست ابتدایی و نهایی شما باید بیرون شوه که باز نامزد انتخابات شما به فهرست منتظر نمونید؟ قبل از فهرست شروع خیر بحثونه جناب فیاض. دوم، ما فکر میکنم که در خلای معلوماتی شما قرار گرفتین. آیا شما صحبت ها و مصاحبه های مقام های ارشد کمیسیون خواندن چی گفتن؟ چی صحبت؟ اجازه بدین خیمه برای شما بخونم. یه روز پنج شنبه از جناب فیاض صاحب معاون کمیسیون چی میگه؟ کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا زمانی که لیست نهایی کاندیدان اعلان نشود، مسائل یاد شده برای آنان کمپاین پنداشته نمیشود. اجازه بدین که مفصل در بردم بخونم. زمانی که رئیس کمیسیون بسیار واضح گفت که نامزدا که ثبت نام میکنن نمیتونن. فیاض صاحب نامزدا شما خب ما گفتم استاد حقوق هستن صاحب. نامزدا نه، حتی ما یک لفظ که رئیسی صاحب میشه که در اون مورد توضیح بدن، حتی ما در اون بحث احتمالی ایم که به یک نوع بخوایم استفاده بکنیم زیاد جنبه حقوقی شما ثبت نام اساسی نداره. آقای شهزاد ما رفتیم تمام اسناد را تسلیم کردیم، اما تا هنوز فهرست ابتدایی. آقای شهزاد اساس واضح رو شما ثبت شدین؟ فیاض اجازه بدین منظور سر ثبت شماست. شما ثبت شدین؟ ما اسناد تسلیم کردیم، تا اون نتیجه شان برام اومد. یعنی ثبت کردین خدا. ثبت شما چی میگین؟ وقتی که فرما را میگیرین، راجستر میکنین، با اونها نامزد خدا که ثبت میکنین، فرما را تغذیه میکنین. پس شما با کمیسیون رفتین؟ ما نامزد نیستم. نه، شما به عنوان خبرنگار تحقیق باید بکنین، معلومات کافی را که بدون شک دارن داشته باشین. ثبت کی میگه؟ نامزد انتخابات کی میگه؟ نامزد انتخابات دو مرحله داره جناب فیاض. مرحله اول کسی است که در فهرست ابتدایی نامش میه، ابتدایی اوج هم احتمالی را حتی گفتن لفظش به کار بردن درست نیست، یک کسی که شوق کرده بره به طرف انتخابات. دوم، شما شوق کردین؟ اجازه بدین ما برای شما میره بخونم. شما شوق کردین؟ اجازه بدین میره بخونم برای شما. روشن میشه. هیچ روشن میشه برات. زمانی که نام شخص در لیست نهایی آمد، آن زمان هر حرکت وی که در فضای اجتماعی و یا هر جای دیگر باشد، کمپاین پیش از وقت خوانده میشود، که بر اساس قانون که شما بیشتر به اشاره کردین، منم به اساس قانون و مجازات دارد. اما تا زمانی که نام شخص در لیست نهایی شامل نشده باشد، در واقعیت شخص کاندید نیست. این چیزا اسم بدن آقای رشید بپرسیم من مورد را. حالا قوانین بسیار سریع، هرچند پیچیدگی های حقوقی را آقای شیرزاد روش اشاره کرد، اما مواردی که از نظر تکنیکی میتونه به اونو کمپاین بگوین، چقدر این موج قبل از وقت شروع شده؟ انتقاداتی که برای موج وارد است، آیا آقای شیرزاد را با جمع دیگر تبرئه میکنه یا نه مشکلات وجود دارد؟ تشکر. سلام به شما مهمانان حضور در بحث و بینندگان محترم تلویزیون. متاسفانه که ما هم در قسمت آغاز بعضی برنامه هایی که اونها مردم هدف قرار میتن و به خاطر از اینکه حمایت از ور حاصل کرده باشه، از قبل شاید بعضی حرکات بودیم که
در قسمت شاید اقدامات سریع از طرف کمیسیون نبودیم. یکی دیگه که متأسفانه کمیسیون مسئول انتخابات خود یک وضعیت مناسب قرار نداره. ما شما به عنوان یک فرد تکنیکی میپرسم، نه عضو کمیسیون. میام سر بحث که اگر کمیسیون مسئول انتخابات ما از قبل لایحه کمپاین انتخاباتی را و در عین حال کارزارهای انتخاباتی را مشخص میکرد که امروز هم برای آقای شهرزاد و هم برای کاندیدای دیگه واضح بود، ما شاید میدونیم که بالاخره در کدام جا نقص صورت گرفته. شما هنوز فعلا صرفا مو طرز العمل و لایحه ثبت نام نامزدان انتخاباتی را دارین و بعد از اگر برین در مصاحبات کمیسیون مسئول انتخابات از او بیشتر مصاحبه نمیبینین که حداقل ما امروز باید سر از او بحث بکنیم و کمیسیون شکایت انتخاباتی به شک بر از او بپردازن. این می سکوت و این وضعیت باعث شده که از یک جانب سوء استفاده شو از این وضعیت، افراد بخواین بالاخره هدف مردم هدف قرار بتن و برن برای کسب حمایتشان و از جانب هم کمیسیون مسئول انتخابات خود از مسئولیت بکشونه، بگن که بالاخره خب ما هنوز لیست ابتدایی نداریم، باز بعدش لیست نهایی میشه و بعد از او اعتراضی هم میشه، کی کاندید میشه و کی کاندید معرفی نمیشه. اونو اصلاحات است که بعدان سر از او میپردازیم، ولی فعلا در قسمت سکوت و وضعیت مبهمه که فعلا از نظر تخریکی صرف نظر از اینکه کمیسیون چقدر درایت کنترل موارد را از نظر حقوقی داره یا نداره، آیا طرز عمل درست کرده یا نکرده، موارد دیگه که بیشتر برمیگرده به قواعد حقوقی روند انتخابات. چیزی که شما تجربه دارین از نظر قواعد حقوقی و اجرای ساختنش تکنیکی بحث انتخابات باید. چقدر مجاز است این کار؟ خب بعضی فعالیت‌های رسمی را کسایی که خود نامزد می‌سازن دارن، اونها دفتر رسمی ندارن، اونها بالاخره به شکل رسمی نمیرن که مصارف بکنن، پول خرج بکنن و از او بابت برای کمیسیون پاسخگو باشه که ما اینقدر پول به اساس این لایحه دیسو هم مصرف کردیم و راپوردی داشته باشن. این موضوعات شکل غیر رسمی رو به خود گرفته که اینها میرن بالاخره با مردم میبینن، دید و بازدید ها رو میکنن، کسب حمایت میکنن، تذکره جمع میکنن، کپی تذکره میگیرن و بالاخره میان تا که خود موفق بشن به عنوان نامزد در پروسه ثبت نام. اما بعدهاش واقعا اگر کمیسیون مستقل بود هم چه حالت داشته باشه و واضح نسازه لایحه خود، ما شاید بسیار بیشتر از این کدام لایحه چی لایحه لایحه کمپاین های انتخاباتی و کارزارهای انتخاباتی را که در اونجا چی وقتی آغاز میشه، تقویم انتخاباتی مشخص کرده که 20 روز است و دقیقا هم شما شاید که در ماه میزان آغاز میشه و دو روز دوره سکوت داریم و بعد از اون روز انتخابات داریم. اما مراحل که قبل از او تعریف شده باشه واضح نیست که میسون در رسانه ها حالا آقای شیرزاد و هم افراد دیگه که میکنن هیچ نوع ممانعت حقوقی در قبال از یا وجود نداره و هر اون چیزی که نسبت به گفته میشه یک قضاوت فراقانونی است. در قانون گفته شده که بس دو قسمت بر کمپانی خود یک دوره مشخص چی میشه و بر ازو که میسن گفتن که لایحه را ترتیب میکنن، دستور عمل و طرز عمل ترتیب میکنن. میشه واضح پرس باز میگن که نیاز به حاشیه رفتن پاسخ نیست آقای رشید. ما گفتم که هم با آقای شیرزاد و هم با افراد دیگه که نامزد رسمی و احتمالی هستن ولی شان نهایی نشده تا هنوز از جانب کمیسیون هیچ ممانعت کمپانی وجود نداره از دید شما از در قانون شما ماده مشخص دارین که وضعیت کلش بر با جزئیات بر توضیح نکرده، او راجع ساخته به کمیسیون که در این قسمت اولای هر ترتیب بکنه، او طرز عمل ترتیب بکنه، او طرز عمل حتی ترتیب نشده و رموز که زمینه باعث شده که شما از این وضعیت هر کس استفاده خود بکنه و بالاخره برای خود برات قانونی بده استفاده چی مثبت قانونی خب، یا غیر قانونی کاندید و نامزد طبیعتا میخه به طرف مردم بره و وجل به حمایت هیچ مشکل حقوقی در قبال وجود نداره تا که لایحه تصویب نشه متاسفانه که مشکل داره. بسیار تشکر. بین از آقای روحانی هم پرسیمی شکایت برمیگرده به کمیسیون شما هم نسبت به شما هم خیلی شکایت وجود داشت که خیلی هم خاموشانه هستین ضمن موارد دیگه که کمیسیون به گونه مستمر نقص کرده روی موارد نپرداختین. حالا این موارد یک قضاوت فراقانونی مردم است، یک تصویر غلط است که در رسانه مردم داده شده یا نه چیزایی است که در از نظر حقوقی باید روزی پرداخته شد؟ با سلام به شما و بینندگان گرامی، توجه داشته باشین که موضوعات را که در اینجا تا فعلا مطرح شد یک وقت ما از یک منظر حقوقی بحث میکنیم، یک وقت از منظر اخلاقی یا موضوعات دیگه بحث میکنیم. قضاوت عمومی مردم درباره افراد و اشخاص خاصی که احیانا در این روزها در فضاهای اجتماعی یا جاهای دیگه وجود داره از منظر اخلاقی میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. به گونه مثال شور و شوق انتخاباتی رو برانگیختن میتونه یک نقطه مثبت باشه، از سوی دیگر ادا و عکت هایی که در حقیقت موجب آزار و اذیت مردم باشه از نگاه دیگر ممکن محکوم باشه از دیدگاه مردم. اما بحث حقوقی و مسئله که تاثیر داشته باشه بر برایند انتخابات و نتایج انتخابات و به اصطلاح وضع جریمه ها یا تعیین مجازات، اونا نکاتی در صورت است که قوانین و مقررات و لوایح مشخص مربوط به انتخابات نقض شده باشه و یا در مواردی مشخصا در اون مورد شکایت شده باشه و بعدا تثبیت شود.
در اون صورت میتونه کمیسیون شکایت انتخاباتی وارد از این بحث شود. اگر شما صفحات اجتماعی فیسبوک را ببینین، اگر شما انتقادات مردم در بیرون ببینین، حالا ممکن است به قبل آقای رشید و به قبل آقای شیرزاد یک تصویر نادرست از آنچه که در قانون است، از آنچه که در لایه های از جانب کمیسیون مستقل انتخابات بیرون میشه است در خور مردم داده شده. حداقل میتونه میزان باورمندی را کم کنه، حداقل میتونه میزان نفرت مردم را نسبت به روند انتخابات و نسبت به کسایی که در کارزار قبل از وقت و قبل از ثبت شروع کردن. من عرض کردم که قضاوت مردم درباره اکت های آدم ها و کنشگرانی که در رسه وجود داره این یک موضوع جداگانه است با اونچه که موضوع حقوقی و قانونی است. موضوع قضاوت مردمی تا اونجایی که بار ارزشی داشته باشه، بار اخلاقی داشته باشه و ربطی به قوانین و مقررات مشخص و نقض اونها نداشته باشه میتونه در جای خود مختنم باشه، اما ارتباطی با موضوع کمیسیون شکایت انتخاباتی نداره. حالا چیزایی که در کنار ازی برمیگرده به کمیسیون، یک مقدار باورمندی خود افرادی که میرن برای کارزار خیلی پیچیده وارد میشن از کمیسیون شکایت انتخاباتی هم وجود داره. کمیسیون شکایت انتخاباتی تابال راکد است، رؤسای ولایتیشون تعیین نشده در مورد چگونگی روند کار خیلی ابهام‌آلود که میشون مستقل انتخابات هنوز واکنش رسمی خیلی نداشتن. چقدر شما در این روند پیچیده یک مقدار از قافل عقب مانده این حداقل چیزی را که به عنوان کار رسمی خود انجام ده؟ جناب آقای فیاض وقتی سوال کردین انتظار ما ایست که اجازه بدین که ما می روند یک مقدار بیشتر توضیح بدیم و مداخله نکنیم در بحث در وسط صحبت. در ارتباط با دفاتر ولایتی که گفتین و مسئولین ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی، درست است که یک سری کنده های وجود داشته اما تقریبا مثلا نهایی شده. ما تقریبا تمام رؤسای دفاتر ولایتی خود را رسما تعیین کردیم، به ولایات ارسال کردیم، حتی دفاتر ولایتی ما در حال گرفتن است اما موقتا اینها در یک بخشی از دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات مستقر شده. یک بحث در ارتباط میمانم. موضوع دیگر در ارتباط با کمیشنرهای ولایتی، پروسه کمیشنرهای ولایتی با سرعت و تمام سرعت ممکنی که قانون به ما اجازه میداد در حقیقت توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک فضای شفاف صورت گرفت در مرکز و تمام لیست نهایی تهیه شده و به ریاست جمهوری ارسال شده. طبق قانون تنها مرجع پیشنهاد دهنده این لیست کمیسیون شکایات انتخابات و رئیس جمهور صلاحیت منظوری از اینا را فقط داره. امروز امیال که ما در میز نشستیم بیش از 10 روز است که این لیست رسمی به کمیسیون به ریاست جمهوری ارسال شده و تا هنوز منظوری از یا طرف رئیس جمهوری نرسیده و اگر کوتاهی های وجود داره در زمینه در ریاست جمهوری است. و متاسفانه قرار اطلاعاتی که امروز به ما رسید ریاست جمهوری موضوع رو محول کرده به کمیسیون اصلاحات اداری که اونا در زمینه اجراءات کنه، در حالی که صراحت ماده قانون ماده 31 قانون صراحت مسئله را داره که صلاحیت پیشنهاد از به کمیسیون شکایات انتخاباتی و صلاحیت تقرری و منظوری از اینا به ریاست جمهوری است و هیچ نهاد و مرجع دیگه در اینجا نباید دخیل باشه مگر اینکه کسان یا مراجع دنبال بهانه ها و دنبال دخالت ها در این زمینه باشه. حالا فکر نمیکنین که خیلی زمان به عجله میگذره و شما عقب مانده؟ در این زمینه ببینید کار واقعی و اصلی کمیشنرهای ولایتی کمیسیون انتخابات به لحاظ او روشی که قبلا به خصوص وجود داشت، حالا یک مقدار تفاوت ایجاد شده، عملا از زمان ثبت نام کاندیداها به معنای واقعی کلمه شروع میشه. برخی کارهای دیگه هم هست که قبل از است، مثل ثبت نام رای دهندگان یا چیزی که امسال و دهی دوره به صورت مشخص اتفاق افتاد به صورت استثنایی، مثلا تثبیت مراکز رای دهی یا مثلا فرض کنید که ثبت نام رای دهندگان در مراکز مشخص. از اینکه بگذاریم به صورت اصولی اعتراضات و شکایاتی که در قانون گفته شده علل اصول غیر از این موارد استثنایی از زمانی است که کاندیدا در حقیقت میره ثبت نام میکنه و بر لیست ابتدایی کاندیدا اعتراض صورت میگیره، بر نحوه ثبت نام از اینا مشکلاتی که در عملکرد کمیسیون انتخابات داره و بعدا مراحل بعد از این. ما تا اون جایی که در اختیار ما بوده و در به اصطلاح در صلاحیت ما بوده ما با سرعت تمام لیست تهیه کردیم، نهایی هم ساختیم، برای جمهوری ارسال کردیم. طبق قاعده باید امیال کاملا کمیشنرهای ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی منظور میشد و به ولایت ارسال میشد و اونا کارهای خود شروع میکرد، گرچند که شکایتی که از لیست ابتدایی هم به ما خواهد رسید یا اعتراضی که بر لیست ابتدایی هست هنوز وقتش باقی مانده. اما سر از این ما آنچه که به کمیسیون شکایت انتخاباتی مربوط میشه کار خود کرده، اما این حال کاری که در ریاست جمهوری صورت میگیره این چیزی که قابل سوال است، در پیش ملت هم قابل سوال است، پیش نهادهای جامعه مدنی قابل سوال است، شما میتونید سوال ماده 31 قانون انتخابات افغانستان
به منظور رسیدگی اعتراضات و شکایت ناشی از تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی، کمیسیون ولایتی شکایات یک ماه قبل از ثبت نام کاندیدا ایجاد می‌گردد. درست. حالا روند ثبت نام شروع شد، احتمالا تکمیل میشه، اما تا برای هیچ در سطح ولایت هیچ رئیس وجود ندارد. بسیار دقیق و درست گفتین، اشاره کردین به این ماده قانون. اما شما میدانین که ما زمانی به صورت رسمی اطلاع پیدا میکنیم از زمان ثبت نام کاندیدان که تقویم انتخاباتی اعلان شود. این شما میدانین پیش از اعلان تقویم انتخاباتی هیچ اطلاع رسمی که مبنی بر از اینکه زمان به اصطلاح ثبت نام کاندیدا کی شروع میشه بر ما وجود نداره. شما میدانین و همه میدانه و مردم هم میدانن ثبت نام شروع شده یا نه. امیر دارم عرض میکنم، همه شما میدانین، همه مردم میدانن که تقویم انتخاباتی که اعلان شد و شما میدانین که پروسه گزینش کمیشنران ولایتی به خصوص اگر ما بخوایم از دل بخواهی دست چین نکنیم، مشکل در یعنی یک مج... حالا این ای توجیه نمیشه خیلی دقل مشکل نیست، یک در حقیقت یک طریقه خوب است. ما به جای اینکه احمد و محمود چهار نفر مورد نظر خود لیست کنیم و برای رئیس جمهوری بفرستیم با سرعت در یک روز یک هفته هم میشودی کار، ما آمده فراخوان دادیم در تمام مردم افغانستان، تمام کسایی که واجد فردا... شرایط است آقای روحانی اجازه بده. فردا کارزارهای انتخاباتی شروع میشه، شما رؤسای ولایتی ندارین. آقای فیاض بر شما عرض میکنم، ما فراخوان دادیم، تای فراخوان باید یک لیست جامع پیدا میشد، از این آدما به درستی مثل دفعه قبل نمیشد. شما مشکلات داشتید، کمیشنرهای قبلی تخصص لازم را نداشتن، شرایط لازم را نداشتن. همین ماده قانون برای چی چی گفته؟ این ماده قانون را برای شما خواندم. اگر شما میخواین که یک توجیه کنین و پوش کنین همین راکت بودن تانه یا مشکل تانه، خب یک بحث وجود است. اما چیزی که بسیار واضح است در این ماده قانون باید مطابق از این با عمل میشد. چی توجیه میتونه قابل قبول در صورت شما، در صورتی که امکان پذیر باشد، این حرف شما درست است. ما آمدیم بر شما چی گفتیم؟ ما زمانی میتونستیم به یک کار اقدام کنیم که تقویم انتخاباتی معلوم باشه. برین تاریخ اعلان تقویم انتخاباتی رو ببینین که بعد از ما باید تصمیم بگیریم و ما دو رقم میتونستیم تصمیم بگیریم. قضاوتش به مردم افغانستان است، به نهادهای جامعه مدنی است، به ناظرین انتخاباتی و کسای دیگه است، احزاب سیاسی است. یک رقمی بود که ما با سرعت افراد مورد نظر خود تا یک هفته یک روز دستچین میکردیم میفرستیدیم به رئیس جمهوری. یک راه دیگه ای بود که ما به طرفانه از تمام افراد واجد شرایط دعوت میکردیم که بیاین اینا ثبت نام کنن، شارلز شود، دوباره از اینا مصاحبه گرفته شود، امتحان گرفته شود، افراد بهتر از میان از اینا گزینه شود، بفرسته به رئیس جمهور، فرستاده شود به رئیس جمهوری. اگر ما میخواستیم که گزینه دوم را که برای آینده واقعی انتخابات از یک بحث اساسی که بگذاریم برای آینده انتخابات مفیدتر باشه، مجبور بودیم که راه دوم انتخاب کنیم. تنها کاری که ما کردیم که هم این راه دومه که راه بهتر بود انتخاب کردیم و هم واقعا اونجایی که به ما مربوط پروسه رو سرعت داد. از نظر شما اما پروسه از نظر شما هیچ مشکلی وجود نداره. آقای کاری که ما باید مشکل از نظر دیگران است. کاری که ما دو ماه باید انجام میدادیم ظرف کمتر از یک ماه انجام دادیم، اما کاری که در ریاست جمهوری در ظرف یک روز میشه یک امضا، اینا ل 10 روز است که باقی مانده. شما از اونها بپرسید چقدر میتونی روند ضربه بزنه؟ شما قانون نقض کردین، هر مشکل در جایی که است، یا تقویم نا وقت اعلان شده یا رئیس جمهور تصویب نمیکنه، یا شما اگر اما وگر های قطار میکنین، در چقدر میتونه این امی روند پیچیده بسازه؟ مشکل زا بسازه. نکته اساسی است که از اول از موضوعات قوانین کل پروسه انتخابات شما میدانین هیچ یک از اعمال مربوط به انتخابات حتی بعد از اینکه تقویم هم اعلان شده دقیقا در روزش انجام نشده، با یک چند روز تاخیر وجود داشته. از جمله ثبت نام برای دهندگان طبق تقویم اولی جوزا بود، عملا به پنجم جوزا منتقل شد. تاخیرهای جزئی وجود داره. این تاخیرها هم غالبا به منظور از اینکه کار واقعا درست انجام بگیره، به جای اینکه سرعت بیشتری که امکان پذیر نمیشه. اما در این جمع درست است که قانون، این ماده قانون بر ما میگه که یک ماه پیش، اما وقتی که منوط میکنه به تقویم انتخابات، ما اگر بخوایم راه درست را انتخاب کنیم و درست رفتار کنیم، مجبور هستیم که اونمی به اصطلاح فرجه زمانی رو در نظر بگیریم بدون اینکه واقع بنانه نست. مثلا میکنیم با آقای رشید که روی زی فوکس بکنم، قبل از این با آقای شیرزاد. حالا در کنار این موضوع نگرانی که قبلا هم نسبت داده شد بر خرید و فروش تذکره ها از جانب پولدارا و قماندانا و کسایی که حداقل روند اختیار گرفتن، شما نامزد احتمالی هستین، هنوز در لست نهایی نشدین، احتمالا که در ابتدایی میایین و نهایش تک مدر برمید. چقدر روند فکر میکنین که پیچیده است بر افرادی که حداقل با او میزان پول ندارن و هم اوزر و زور ندارن و بتانند این کارزار پیروزی رو بیارن؟ جناب فیاض صاحب، من بسیار زیاد خوش شدم که جناب رشید صاحب و روحانی صاحب آمدن در یک کمک توضیح دادن در بحث سوال اول شما که دیگه او نقل قولای قماندانی و مافیایی که میشه، ما امیدوار هستم که نشه. هیچ گونه اکت و ادای قماندانی نبوده، هیچ گونه کار فراقانونی نبوده، و اگر
حال باز تکرار میکنم، اگر یک آدم بیاید شکایت بکنه، مسلم شیرزاد موقع جسارت داره که به از مردم مذرت بخواد و هیچگاه انتخابات پیش نشه. بسیار مختصر سب. گپ دوم موضوع خوب را شما اشاره کردم، من فکر میکنم که رشید صاحب اگه بیشتر این مورد گپ بزنن خوبتر است، چون اینا نظارت میکنن از انتخابات. ولی به عنوان کسی که من وارد شدم، صادقانه فیاض صاحب برتون بگم، من روز اول که وارد کارزار انتخابات در حقیقت شدم یا ابتدای کار انتخابات شروع کردم، بسیار نگران بودم. البته چند روزی که گذشت شنیده هایی داشتم که رشید صاحب میشد اون مورد توضیح بدن که نرخ های تذکره کپیاش 1000 شد، 2000 شد، 3000 شد، 5000 شد، تا 100 دلار. بله شما در جریان هستن. اما خوشبختی کار در کجا بود؟ همی که یک شوخی بکنم، بسیاری وقتا دوستای ما میگن که حتما یک گپ هست که یک تعداد گپ میزنن در موردت. اگر نه خو اینجا 2000 نامزد از کابل. شما باور بکنین فیاض صاحب که در هفته اول تمام اینم جوانا و دوستایی که شما هم کاروان دیدین که غیر منصفانه متاسفانه بعضی از دوستای ما را مافیا گونا و قماندان گونا نام دادن، سربازای کمیسیون هم سربازای من نام دادن، سربازای کمیسیون انتخاباته، اینم اینا خودشان باور بکنن در پشت دفتر، پشت جایی که آدرس ما هست آوردن کپی ها و اینا را. نگرانی ما به عنوان کسی که وارد کارزار انتخابات میشم رفع شد، اما در فضای کلی این نگرانی موجود بود، این نگرانی موجود است. فیاض صاحب باور بکنن که آقای شیرزاد، ما قبل از آقای رشید در این مورد پرسش هایی هم داشتیم از بقیه اعضای کمیسیون، اما از کسایی که میخواهند یک روند خیلی چالش برانگیز وارد شوند و شما هم یکی از اون نمونه ها هستید. حالا اگر فضا این گونه است، کمیسیون شکایت انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای مشاهد هیچ راهی هم برای کنترل از این نمیتونن باز بکنن به دلیل نبود بانک معلوماتی یا مشکلات از قبیل ازی، چقدر میشه برای کاراش مشکل بیشتر شوه؟ ما فکر میکنم که کسی که شوخی بکنم اگر بسیار بی پول باشن و فضا به این شکل باشه و اگر روابط گسترده اجتماعی با جوانان و مردم نداشته باشن، فیاض بسیار مشکل است. صادقانه براتون بگم، شما محاسبه بکنین اگر یک کپی تذکره را یک نامزد انتخابات 1000 افغانی میخره، این میرسه به 1,000,000 افغانی. ممکنه متو کسای ما در بینش باشه، آدمای بسیار شریف و شایسته که 30,000 افغانی نداشته باشه که تحویل بکنه. پس او چی کار باید بکنه؟ بفروشه خوده؟ چه کار باید بکنه؟ 1000 افغانی، این گپ 5100 دلار را که شما اشاره کردن سر جاش، ما به عنوان یک چالش کلی به ویژه برای نامزدایی که احساس میکنم، صادقانه احساس میکنم، با ویژه برای نامزدایی که جوان هستن، امکانات ندارن، روابط کمتر دارن، شناخت اجتماعی کمتر دارن، ما با شما کاملا موافق هستم که به چالش زا است. اما این که چطور باید نظارت میشد، چطور باید امیال نظارت شوه، چطور راهکار قانونی برش تعریف شوه، چه کار باید صورت بگیره که همه از حقوق سیاسی خود برخوردار شون، ما امیدوار هستیم که میسوی شکلی برشید سای برات پاسخ. از امیدواری اگر بگذریم، شما به این روند چه باورمند هستید؟ با کدام روند؟ به این روندی که پیش رو است، انتخابات. ما فکر میکنم که اگر به یادتون باشه، من 4 سال پیشم از نورستانی صاحب یک سوال داشتم که آیا وقتی که شما اگر این انتخابات درست مدیریت نشه، شما وقتی که استراحت کنین وجدانتون راحت میباشه؟ عین سوال در برابر کسایی هستند که انتخابات را حالا مدیریت میکنن. در دو مورد اگر رشید صاحب با ما موافق باشن، ما استقبال میکنم از عملکرد و استادگیشان. یکی هم بحث کپی، نچسباندن استیکر به کپی تذکره ها بود. ما برای شما میگم این اعتماد را میگم کمیسیون. دوم بحث را که جناب آقای دولتی در مناظره که شما داشتن، جناب شما داشتن مطرح کردن و ای امیدوار کننده بود، اما به این معنا نیست که هنوز چالش وجود نداره. مخصوصا که رشید صاحب اشاره کرد، من میگم رئیس کمیسیون انتخابات گفت که هرگاه کسایی که قبل از وقت کمپاین میکنن، احتمالاً که اونا هم نسبت به این قضاوت ها و محاسبات داشته باشن، از لیست حذف خواهند شد. اگر شما احتمالاً مشمول از او شوین و تعداد دیگه، چقدر میتونه این مشکل به قبل شما این مشکل دیگه هم پیچیده بشه؟ من فکر میکنم فیاض صاحب، شما برای هر گپی که میزنن، هر کاری که میکنین، باید اساس قانونی برش جستجو بکنه. مخصوصا که روحانی صاحب به اشاره کردن، تا زمانی که شما اساس قانونی برش جستجو نکنین، شما هیچ کار دستان ساخته نیست. اسناد تکمیل، کارا بر اساس قانون پیش میره، هیچ کسی نه صلاحیت را داره و نه قانون اجازه میده که نام کسی رسم کنه. قبلا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات سرهی گفته بود که افرادی که قبل از موعد کمپاین میکنن، اونو از حتی مورد مؤاخذه قرار میگیره و حتی از لیست نامزدها حذف خواهد شد. در حالی که کمیسیون شکایت انتخاباتی و یکی از نهادهای مشاهد میگه که خود کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه طرز العمل لایحه مطابق قانون نداره که اینا رو محدود بکنه و از نظر حقوقی افرادی که تا به حال رو به عنوان کمپاین میکنن، کارزار انتخاباتی میکنن، افراد جمع میکنن، هیچ نوع ممانعت حقوقی در قبال از وجود نداره و حتی ممانعت اخلاقی هم نیست. ما هم برای
کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات و از جمله آقای رئیس کمیسیون بارها تماس گرفتیم تا بیان برای موارد پاسخ بدن. متاسفانه مثل همیشه بحث‌های انتخاباتی ما خالی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است تا جواب از اینا در قبال ازی داشته باشیم. یک وقت خودتون بگیرید. دوباره خوش آمدین. بحث را از آقای رشید در قبال پیچیدگی ها که در ارتباط به چگونگی برگزاری انتخابات و ابهام هایی که در فرارای پیچیدگی ها وجود داره. کمیسیون مستقل انتخابات در مناظری که ما با معاون کمیسیون داشتیم، سخنگوی ریاست جمهوری بسیار سریع گفت که یکی از کمیشنرها در ننگرهار 300 تن را از افراد خود به عنوان کارمندای محلی گماشته. حالا چیزایی است که بین ارگ ریاست جمهوری برای کمیسیون وجود داره و باید یک مرجع برای این پاسخ بده که چقدر خود کمیسیون زمینه ساز پیچیدگی و بحران انتخاباتی در افغانستان میشه. مواردی که برمیگرده به پیچیدگی های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد شفافیت انتخابات و بحثی هم که در آخر با آقای روحانی مطرح کردیم در مورد رؤسای کمیسیون انتخاباتی ولایت، چقدر این روند پیچیده است و کی باید پاسخ بده برای مجموعه موارد؟ تشکر. یک موضوع که میخوام در قسمت عکس العمل مردم در رسانه‌های اجتماعی صحبت بکنم، مردم حق دارن که در قسمت ابراز نظر بکنن، تشویش بکنن و بالاخره نقد و نظر خود داشته باشن. چیزی که نشأت میگیره این بیشتر از لایحه انتخابات گذشته است که در اونجا از قبل از اینکه نامزدان بیان خواست ثبت نام بکنن لایحه است موجود بوده، در اونجا اعمال بسیار واضح و تعریف شده بود که بالاخره کدام اعمال میتونه که کمپاین های انتخاباتی تلقی شه و برخورد اونجا به کدام گونه صورت میگیره. بنابراین از اون خاطر شما یک فضای منظم را داشتن در قسمت از اینکه چنین وضعیت در اونجا حاکم نبود. فقط این نشأت میگیره از دورهای قبل، ولی بعد وقتا که هنوزم متاسفانه که بسیار مستقل انتخابات در قسمت کارهای خود پس مانده و مو است که ما یک وضعیت پراگنده را در بحث انتخابات داریم و تعابیر که صورت میگیره، یعنی ما نمیتونیم که بالاخره به اساس لایحه او را پاسخگو بسازیم. در قسمت تقویم انتخاباتی چیزی که پیشتر صحبت شد، ما این مشکل پیدا کردیم. یکی از مشکل است تقویم. آقای مرتضوی گفت سوازی که 300 نفر را یکی از کمیشنرها در ننگرهار گماشته. آیا کمیسیون شکایت انتخاباتی باید مورد بررسی کنه؟ حکومت بررسی کنه؟ قضا بررسی کنه؟ کی باید مورد بررسی کنه؟ خود کمیسیون انتخابات این قسمت صلاحیت داره. خود کمیسیون مستقل انتخاباتی کار کرده آقای رشید. این صلاحیت اداری خود کمیسیون است که کی استخدام میکنه، کی استخدام میکنه، ناظر عملکرد دارانشاه باشه برای استخدامش. متاسفانه که در کمیسیون مشکل چی است؟ رئیس دارانشاه استخدام نمیشه. کسی که بیاید بالاخره امی پروسه را پیش ببره و از کمیسیون از کارکرد از اون نظارت بکنه، او را مورد مؤاخذه قرار بده. بحث ما در این مورد است که کمیسیون اصلاحات اداری میاد کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله میکنه و مامورین باید از فلتر کمیسیون اصلاحات اداری بگذره. حالا کمیسیون استدلال میکنه که کار کمیسیون اصلاحات اداری فراقانونی است و ما کمیسیون مستقل هستیم، در سیاست کادری خود هم مستقل هستیم. و بحثی را که ریاست جمهوری تمسک میکنه سرش گماشتن 300 نفر از توسط کمیشنرها که ممکن است در وقار بشان باشه برخلاف قانون انتخابات یا هر ابهام دیگه هم در قبال از اون میتون متصور باشه. مشکل چی است؟ من از بین موضوعات خبر دارم، آگاه هستم، تماس ها رو بر دو کمیسیون دارم. خود کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که نمیتونه بالاخره می پروسه سازمان پیش بره. از کدام زمان اینها مصروف استخدام هستن تا بار سرپرستایشان ریاستایشان سرپرست هستن. ده مسئولیتشان سرپرست هستن. قانون حکم میکنه که در زمانی که پروسه انتخابات آغاز میشه موارد تقریم بشیم، هیچ کس از مسئولیتی که ساکن از ولایت هستن باید در اون ولایت وظیفه انجام نتن. اینها برن تبدیلشون به ولایت دیگه. ولی هنوز هم مسئولین ولایت از اون ولایت هستن، کار خود انجام میتن. ببینن که ما از کار خود بسیار عقب موندیم. کمیسیون مستقل انتخابات کار خود پیش بردن نمیتونه، فقط ملامت میکنه گاهی حکومت، گاهی کمیسیون اصلاحات اداری را، گاهی اداره گاهی دیگه. عدم هماهنگی در بین کمیسیون انتخاباتی باعث شده که بالاخره نهادها خونسا گونه حرکت بکنن. امروز ما خبر شدم که بالاخره از کمیسیون من پاسخ من نگرفتم آقای رشید، کی باید این نقص را بررسی بکنه در درون کمیسیون؟ خب اول دیگه قسمت کمیسیون مستقل انتخابات است. کمیسیون شکایت انتخاباتی نمیتونه که بالاخره بیاد بعد بین مسائل اداری کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کنه. حالا ما باید داریم آقای امر خیلی هم انتخابات را با افتضاح و با چالش مواجه ساخت. خود کمیسیون مستقل انتخابات بود. اگر خود کمیسیون مستقل انتخابات به تقلب و تزویر زمینه فراهم میکنه، کی باید؟ بحث استخدام است. بحث استخدام کارمندای زیر دست دارالانشا و کمیسیون مستقل انتخابات است. اگر اینها بالاخره مشکل پیدا میکنن که در اونجا وضعیت مسئله قومی است، فامیلی است، خویشاوندی است، خلاف قانون است، خب بالاخره در کمیسیون اونجا چند تا کمیشنر شیشته، اینا باید هیئت تعیین بکنن، برن بررسی بکنن، یک هیئت حقیقت‌ها باید معلوم شود، نظارت نهادهای جمع‌دینی باید باشن، مطبوعات اونجا دخیل باشن، بیان
تمام باشه جذب کنن، هر کس که خاطی است تخلف کرده و بالاخره قضیه را خواسته بس با بطلان بکشونه مورد بازسازی قرار بده، ولی خودی که میسو وقت که نمیتونه از دایره صلاحیت خود دفاع بکنه و کار خود انجام بده، باز ما این فایده نداره که بالاخره نهاد الف و نهاد ب را ملامت بکنیم. این مشکل خودی که میسونه قبل از پرداختن موضوعات که بیشوش کرد انتخاباتی بس را که پیشتر در مورد آقای شیرزاد و سایر نامزدهای که قبل از وقت به قضاوت افکار آمد و کارزار انتخاباتی پرداختن، حالا شما گفتین که هیچ نوع خلاف ورزی حقوقی در قبال از این وجود که برای حالا همین که لایحه نیست به این مفهوم است که اینا نقص نکردن چیز مبنای حقوقی نبوده که اینا سر از او پای کنن. شما به عنوان یک نهاد مشاهد برای رفع نگرانی افکار آمد چرا اقدام نکردین حداقل یک کنفرانس مطبوعاتی بگیرین و بگوین که قانونی است؟ خب منظم ما صحبت ها را داریم از تاریخ مطبوعات، کدام شب از کدام روز نیست که از رسمی مطبوعات ما صحبت نمی کنیم. ما بارها تاکید کردیم که بسیار خوب باید قسمت باید موضع گیری بکنن، گفتیم که قسمت باید لایحه ترتیب بکنن، باید اعمال باطل و غیر باطل را باید شناسایی بکنن، کسایی که بالاخره بعد از اون طرفدارایی میکنن خلاف ورزی میکنن مورد بازخواست قانونی قرار بدن. ما این بارها صدا کردیم ولی بعد وقتانه که حالا کی بشنوه کی دو قسمت انجام اجرات انجام بده و اقدامات بالاخره روی دست بگیره، متاسفانه که ما اون نهادی که به پاسخگو باشه نداریم. بس رؤسای محلی که میشونه شکایت انتخاباتی افغانستان آقای روحانی توجهاتی در قبال از او داشتن بله. حالا اگر این کار اگر میشد این کار تو میشد، اگر این کار اگر تو میشد این کار اتو نمیشد، حالا مجموعی اگرها را ما گره بزنیم با موردی که در قانون است بله. نقض قوانین از فرمان تقنینی رئیس جمهور در قبال انتخابات تا بالا وجود داشته، حالا اگر این سلسله ای و زنجیروار نقض میشه چقدر این پروسه را میتونه مخدوش بسازد از مسیر جدا این آسیب های کلان را بتونه بر پروسه بر هم از لحاظ تکنیکی و از لحاظ تأمین عدالت انتخابات، خصوصا که بسیار شکل انتخابات دیگه رول بسیار با اهمیت و بسازه را داره و اگر چنین کارهای صورت میگیره ما به این باور هستم که مثل شکل انتخاباتی یک نهاد مخلوع بالاخره یک نهاد اصلا که مفید نیست و مؤثر نیست برای پروسه تمام میشه. در پروسه ارزیابی مراکز و محلات رای دهی اینها دفاتر نداشتن و بالاخره شکایت که آمدن از دولت که مثل مستقل انتخابات بود تا چی حد برزو بررسی شده و چقدر پرداخته شده خود روحانی سمش صحبت بکنه. پروسه ثبت‌نام ردگان از در قانون گفته شده که هر کس اعتراض داره شکایت داره علیه پروسه باید بالاخره این رو پیشکش بکنه برای آدرس‌های مختلفش. متاسفانه می‌بینید که وضعیت چیه. آدرس وجود نداره. در قسمت اعتراض بر لیست رای دهندگان قانون حکم میکنه ولی در تقریب انتخاباتی جای نداره. بحثی که من پیشتر یادآور شدم که یک عدم هماهنگی کامل بین کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود داره. به این معنی که قانون حکم میکنه در قسمت اعتراض روی فهرست رای دهندگان در دو ماده، یک جای دو روز یک جای دو هفته گفته. دو هفته به خاطر مردم مساعد است. کمیسیون او را در لایحه خود دو روز گرفته، در تقویم او را دو روز گرفته، حالا که قانون دو هفته را گفته و در زلمر کمیسیون شکایت انتخاباتی سه روز است. این وضعیت است که بالاخره ما میبینیم که پروسه به شکل هماهنگ مدیریت شده سنجیده شده پیش نمیره. چقدر عذر همکارا و دوستان در خودش جای داره. چقدر کمیسیون شکایت انتخاباتی منزوی است بالاخره؟ خب رئیس دانشگاهشان شما حساب بکنید که از روانیس پرسان که چند ما بشه که حداقل یا فرس روان کردن برای حکومت و تا بال بسلش نهایی نشده یک موضوع. حالا که کمیشنرهای ولایتی از بسیار مهم است در این بحث، متاسفانه که باز هم پشت نخواست سیار روان میشه. حالا اگر که بسیار شکرد انتخاباتی نمیتونن حداقل می اعمال صلاحیت بکنن یا حداقل حق که در مقدمات روند انتخابات بگیرن، چقدر ممکن است که کمیسیون بتونه کارهای خیلی کلانتر را بررسی کنه کنترل کنه که ناقض قانون است در کار؟ خب ظرفیت کمیسیون شکایت انتخاباتی در بحث ولایت بسیار مهم است. اولین مرجع فساد، شکایات، اعتراضات ولایت است، ساحه است. در صورتی که اونجا اینها دسترسی نداشته باشن و همکاراشون فعال نباشه، با وقتش رسیده نگن، چون در قانون بر هر مورد شما موعد دارین، در تقویم شما موعد دارین. شما چرا در انتخابات گذشته 2014 بحث هرات برای کمیسیون شکایت انتخاباتی جنجالی شد؟ به خاطر که حکم قانون دو قسمت نقض شده بود. بنابراین در هر حالتش قانون که نقض میشه، پیامدش بسیار منفی است، هم برای پروسه، هم برای فعالین از این پروسه و هم بالاخره برای کل ملت. بسیار تشکر آقای روحانی. حالا پاسخ خواهد در مجموع چقدر شما ناتوانی را هنوز بر رخ مردم پیش کشیدین یا به باره دیگر نتانستین حداقل امو صلاحیت هایی را که قانون بر شما داده از حکومت یا دمی روند بگیرین درست داشته باشه؟ خب اینجا اعتراضات و در حقیقت کاسته هایی که مطرح شد باید تفکیک قائل شویم. یک ارتباط داشت با کمیسیون انتخابات، رؤسای دفاتر کمیسیون انتخابات، چگونگی و اصطلاح استخدام افراد کمیسیون انتخابات در ولایت، یک بخش دیگه هم به کمیسیون شکایت انتخاباتی. در ارتباط با کمیسیون انتخابات شما میدونید که در استخدام افراد از اونها یا قوانین خدمات ملکی در قطع حاکمه، مرجع صلاحیت دار که در روز زمینه بخواد قضاوت کنه و تصمیم بگیره که اینمی استخدام ها قانونی است یا غیر قانونی،
هم کمیسیون اصلاحاتی دارید که این کار صورت گرفته و خود کمیسیون انتخابات است. هیچ ارتباطی به کمیسیون شکایت انتخابات نداره که شما چه رقم آدم‌ها را استخدام کردید یا چه استخدام یک دقیقه منظور از کار خودش است از کمیسیون شکایت انتخابات امیر میگم نه میمونه عملکرد افراد استخدام شده توسط کمیسیون انتخابات در زمان انتخابات همین آدم‌ها مرتکب جعل شدن، مرتکب تزویر شدن، مرتکب تخطی و تخلفای دیگه شدن. او زمان است که کمیسیون انتخابات میتونه در کمیسیون شکایت میتونه و قضیه نقش ایفا کنه و در حقیقت تخطی و تخلفات بررسی کنه در نسبت به عمل کرده کارمندای کمیسیون انتخابات. میام سر کمیسیون شکایت انتخابات. شما متوجه هستین و باید هم خبر داشته باشین و با اطلاع حتما سوال کنین. کمیسیون جدیدی که شکل گرفت متفاوت است با کمیسیون قبلی. کارمندای کمیسیون قبلی کارمندای موقت بودند، تشکیلات موقت بودند. با رفتن اونها تقریبا بخش اصلی تشکیلات کمیسیون کلا از بین رفته بود. ما وقتی آمدیم باید تشکیل جور میکردیم. این تشکیل منظوری میخواد، این منظوری به اصطلاح بودجه میخواد. کل اینمی کارها از روز اول تا کنون با شدت ادامه داشته، اما منظوری عزیز نهادهای منظور کننده خود به خود طول میکشه. شما تا تشکیل جور کنیم همیال شما اجازه بدین همی شما تا بخواید یک تشکیل ایجاد بکنیم. من پیشتر مادی خونه بر شما خانم هرگاه افتضای تزویر و تقلب در ولایت در زمانی که قانون بر شما پیش بینی کرده و اوج خود برسه و شما رئیس نداشته باشین به دلیل اینکه کس منظور نمیکنه، فکر نمیکنین که خودتان بگنب زمین سوزی میکنید؟ بحث عزیز که ما گفتیم زمانی که لیست ابتدایی کاندیدان در حقیقت منتشر شوه، اولین اعتراضای رسمی و جدی که نسبت به مسئله و پروسه انتخابات به ما مواصلت خواهد ورزید از او زمان است و او هنوز شروع نشده. اما پیش از این با تمام علمی چالش هایی که وجود داشت که در اختیار ما هم نبود، رشید صاحب به عنوان ناظر متوجه قضیه است و در جریان قضیه است که کوتاهی ها در اختیار ما نبوده، ما کارهای خود کردیم. یعنی می که مثلا تشکیل منظور شوه، یعنی که مثلا بودجه مربوطه منظور شوه، یعنی می که می آدم ها به اصلاح نهایی شوه، کمیسیون اصلاحاتی داره، چون بساس کمیسیون اصلاحاتی داره، کمیسیون اصلاحاتی داره باید وقت بگذاره، نوبت بگذاره، زمان بگذاره برای این مثلا تا یک لیست 8000 9000 نفری اینا نهایی شوه، شارلیست شوه، بیایه استخدام شوه، مراحل استخدام از یاتای شوه. اما تا اونجایی که به ما مربوط بوده ما این کارا رو انجام دادیم. حالا فرض یک فرضیه میگیریم که فرضیه میگیریم که حکومت تا 3 ماه دیگه رو می روند در منظور نمیکنه. خلاص شد، این خلاص شد. اما آمد مسئله چی؟ مسئله کشنرا. های روحانی. دفاتر ولایتی ما، آمرین دفاتر ولایتی ما، تحلیل بررسی ما، آمرین مالی ما، یعنی به اصطلاح افراد دارلشای ما در ولایت تقریبا بخش اعظم از ولایت به تمام اتمام رسیده، مگر ولایتی که ما کاندید نداشتیم. یعنی لیست رو اعلام کردیم. اگر حکومت تشکیل شما رو منظور نمیکنه و زمان میگذره، در اون صورت چالش هایی که از ناحیه شما متوجه روند متصبر است چی است؟ عرض کردم در اون قسمت نهایتا بالاخره تشکیل ما منظور شد و ما آدمای خود بعد از اینکه تشکیل ما منظور شده استخدام کردیم. بعد از اینکه به اصطلاح بودجه از تعیین شده ما کارهای خود را انجام دادیم، هنوزم با مشکلات بودجه مواجه هستیم. بخش بعدی استخدام کمیشنرها یا به اصطلاح تعبیر دقیق‌تر گزینش کمیشنرها پیشنهادشان بود که ما ایره به اسرع وقت ممکن که امکان داشت، ضمن اینکه می‌خواست فراخوان عمومی هم باشه و ما به اسرع وقت ممکن حتی تقسیم بندی کردیم به گروپ های مختلف، به کمیته های مختلف که با سرعت، شاید مالی اگه اشکالی که برسه جبری وجود داشته باشه، چرا پروسه اینقدر سرعت پیدا کرده، با سرعت انجام شده. ما این انجام دادیم، اما کاری که بر ریاست جمهوری ارتباط پیدا میکنه شما قضاوت درست داشته باشین، یک روز یا دو روز امضا و منظوری کار داره، این 10 روز حال طول کشیده و از حال هم قرار اطلاع ارسال شده موضوع به اصلاحات اداری که شما میدن ورساس قانون خانین هیچ اطلاعات اداری از آدرسی که میشه شکایت انتخابات یار رئیس جمهور باز همیره منظور نمیکنه و به عقب مفته، چقدر میتونه با چالش مواجه بشه شما؟ 100% با مشکلات بسیار جدی و چالش های عمیق ما مواجه خواهیم بود. ما هنوز هم منتظر هستیم که رئیس جمهور واقعا به اسرع وقت ممکن بر اساس صلاحیت و مکلفیت قانونی خود این لیست را منظور کنه. در صورتی که لیست منظور نشه و ما با مشکل جدی مواجه شویم، وقت با مردم سخن خواهیم گفت. بسیار زیاد تشکر از مهمانای ما، تشکر شما بیننده عزیز که تا ایدم بحث مردون بال کردین. تا بعد، خدا حافظ.